درود بر هموطنان گرامی و همراهان همیشگی کانال آوای ایران در بسته خبری امشب با چند موضوع مهم در خدمتتون هستیم اول اخباری خواهیم شنید از جرقه براندازی ها که به شکل بیسابقه در تجمعات ازاداری های محرم امسال کلید خورده و کار به سرکوب و دستگیری های گسترده در استان یست کشیده شده و بعد از اون اخباری خواهیم داشت از چند عملیات موفق موسا در ایران از حک سایت خبر خبرگزاری حکومتی سپاه، خبرگزاری فارس و همچنین انفجار در انبار مهمات یک پادگان مهم. پس با ما همراه باشید و فراموش نکنید برای بیشتر دیده شدن این اخبار این ویدیو رو لایک کنید. لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما. خیز بلند اعتراضات این بار ازی است در حالی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نگرانی از شیوع دوباره کرونا مراسم ازاداری محرم را به مانند دو سال گذشته به صورت انفرادی برگزار کرده مامورانش در حیات مذهبی در حال سرکوب آتش اعتراضاتند ببینید آتش خشم مردم چطور در ازاداری ها برافروخته شده فرهاد داریوش از فشارهای شدید برخی نهادهای عباس بر ها و های یزد خبر داد. او گفته که این فشارها چنان شدت گرفته که نوحه ها رو عوض می کنند. حتی کار به سانسور کلمات نوحه ها رسیده تا جایی که یکی از نوحه خانان معروف ممنوع و صدا شده و دو هیئت بزرگ در یزد ممنوع و تعطیل شدند. این کانال تلگرامی به نقل از یکی از شهروندان یزدی نوشته که نهادهای خاص بعضا در مواردی بعد از حذف کلمه های نوه خودشون کلمه های بی ربط رو بدون رعایت نکات شعری و تخصصی جایگزین میکنن و به هیئت میگن همین رو بخون و از حرکت بعضی هیئت های بزرگ به بهانه تایید نشدن شعر جلوگیری میشه کانال تلگرامی محلی باران کویر که, که اخبار یزد رو پوشش میده خبر از ممنوعیت اجرای مراسم برای دو هیت معروف این استان هیئت بعثت و هیئت فهادان داده هیئت بعثت و هیئت فهادان در سالهای گذشته مدهی متفاوتی نسبت به اون چه که حاکمیت در حال ترویج اونه انجام داده و با تاکید بر واژگانی چون آزادگی، آزادی و قیام در اشعارشون در نقطه مقابل هیئت‌های حکومتی قرار گرفته بودند که بر ولایت پذیری، جهاد و اسرائیل ستیزی تاکید می‌کنند. از طرف دیگه سبک مدهی یزدی به سبک سنتی نزدیکتره. در حالی که مدهان حکومتی با استفاده از سبک های موسیقی راک، متال و گاهی اوقات پاپ تلاش می کنن که با ایجاد جذابیت افراد بیشتری رو به سمت خودشون جذب کنند. این یه نمونه از مدهی های سفارشی حکومتی است که خالق سلام فرمانده اون رو در مورد جهاد تبعین مورد نظر علی خامنه خوانده. کاربری با انتشار این ویدیو نوشته که ازاداری که مدهان نورچشمی و چاکران مکتب ولایی نمایش دادن جز تبلور یک فرقه گمراه که تمام مذهب شعائرش رو در خدمت حکومت قرار داده نیست اینها شیپورچیان یزید نه سین زنان حسین فقط به این فکر کنید حسین برای چنین اباطیلی که این مداه حکومتی میخونه کشته شده بود این ابتزال بیارزشی و منویات علی خامنه است که دستگاه پروپاگاندای حکومت در قالب نوحه ها وارد ازای حسینی کردند معنی نام یعنی یه چیزی مثل خطبه شام زینم جهاد طبیعی یعنی قلم برداری برا دفاع از دینت تو یه قدم برداری تو این جنگ نرد تو این وقت تن پاشو کاری کن با فتن تو فدای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر تو فدای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر بگو از مکتب کربلا یه سواب جهادی بدن یه سواب جهادی بده جابر رجبی تحلیلگر و فعال سیاسی با انتشار مطلبی در توییتر به سرکوبهای اخیر زندانیان و زنان توسط جمهوری اسلامی واکنش نشون داده و ازاداری های ریاکارانه سران این حکومت در ماه محرم در حالی که خود اونها نهایت سرکوبهای ظالمانه رو در مواجهه با ایرانیان روا می‌دارند محکوم کرد. این فعال سیاسی نوشت لعنت بر حکومتهای دینی نامشروع که به نام خدا سر میبرند به کشتن انسانها فتوا می دهند، دست قط می کنند و خیمه و خانه آتش می زنند، از قفا تیر پرتاب می کنند و ناموس و زنان را بر روی زمین کشان کشان می برند و مخالفان خودشان را خارجی می دانند و به وعده بهش جهنم می سازند. سالهای گذشته ویدیوی مدداهی های هیئت به ساعت دست به دست میچرخید و امسال نیز با وجود ممنوعیت برگزاری مراسم محرم توسط این هیئت یکی از ویدیوهای قدیمی اون بارها در شبکه های اجتماعی باز نشو شد در بخشی از این مدداهی با تنه نسبت به حاکمان جمهوری اسلامی آمده که قره که ملک ری با تو وفا نمی کند آه ستم کشیدگان بدان خطا نمی کند تکیه به منبر دادی بوسه به خنجر دادی نام خدا را بردی خون مسلمان خوردی کانال خبری باران کویر اقدام به انتشار بخشهایی از شعرهایی که مورد تایید نهادهای امنیتی قرار نگرفته کرد بخشی از این اشعار مانند سالهای گذشته با تنه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز اشاره میکنه این کانال خبری همچنین اطلاع داده که یکی از این اشعار مربوط به سعید بیابانکی بوده که در دیدار شاعران با خامنه ای نیز حضور داشته بخشی از اشعار سانسور شده به شرح زیره امشب شب عشق است ای دل ای جان به عبادت برخیز ای عاشق یزدان منشین ای اهل عدالت برخیز از دین شما بیزارم دینی که فقط بهتان است اسلام سراپا تزویر اسلام ابو ابوسفیان است داغ همه یارانم با آنکه به جان سنگین است جان دادن سرخم بهتر از زندگی ننگین است ای دین عدالت گستر ای ارسیه اجدادی میبوسمت ای دین داری میخوامت ای آزادی ای تشنه آب کوسر به شتاب و فداکاری کن ای کوفی بیزار از ظلم برخیز و مرا یاری کن بر اساس گفته ها یکی از شعرهای نوحه این هیئت ها که به تأیید نرسیده سروده سعید بیابانکی شاعری است که در محافل شعر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور داشته برخورد با هیئت های عزاداری به دلیل محتوای غیر حکومتی و اعتراضی در ایران بی سابقه نیست و سال گذشته نیز اعضای یک هیئت در خوزستان به دلیل نام بردن از کشته شدگان آبان 98 در نوحه های خود تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند سه سال پیش نیز انصاف نیوز در خبری به نقل از منابع غیر رسمی نوشت برخی دستگاه های امنیتی در قالب و پوشش برخی نهادهای فرهنگی با اعمال فشار بر هیئت های عزاداری در یزد خواستار سانسور اشعار آنها میشوند هیئت مذهبی در ایران پیش از انقلاب از سوی گروه های از اداره میشد اما اکنون به عنوان یک بازوی تبلیغاتی مهم برای حکومت و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی کارایی دارند. خبری شیرین برای ملت ایران درخواست تغییر رژیم در تلویزیون جمهوری اسلامی در شرایطی که خامنه ای در محاصره مخالفین حکومتش از هر سو قرار داره حتی در بلندگوهای اختصاصی علی خامنه ای هم صدای دادخواهی مردم ایران شنیده میشه صابری کارشناس تلویزیون در یک برنامه در شبکه افق که از شبکه های تحت نظارت و پشتیبانی سپاه پاسدارانه به خامنه هشدار جدی میده و از نزدیک بودن سقوط حکومت وی سخن میگوید. هر سه قوتون پا روی گلوی مردم گذاشتید. مردم دارن خفه میشن. این مردم دیگه منتظر اجازه شما نمیمونند برای تجمع اعتراضی. طوفانی برپا میکنند که شما رو خواهد برد. شما شما میدونید که تصمیم گیرتون پر از اشتباهه؟ میگی به مردم حق میدم که به تصمیم تصمیم گیرم اعتراض کنم ولی باید از خود تصمیم گیر اجازه بگیرن اعضای این کمیسیونی که باید اجازه تجمع بدن و شما از ای اجازه حمایت کردید کیا؟ از قوه هستن آفرین طرح بنزین مصوب کیا بود؟ سران سقوه بود طرح بنزین مصوب سران سقوه است مردم اعتراض دارید خب مبانی اسلام هم نیست هم به هم نمیخواد بکنید حق دارید اعتراض کنید ولی از خود اجازه بگیرید برید اعتراض کنید یعنی چی آقا در تجمعات همون مربوط به اعتراضات طرح بنزین آبان 98 عده زیاد بیگناه کشته شدن یا نشدن این که وزیر کشور اقرار کرد دیگه اینا رو که آمریکایی‌ها نکشتن که خب مردم حق دارند من نمیگم حتما کسانی که اینا رو کشتن باید قصاص بشن فلان سربازی بوده نیروی انتظامی بوده هرچی مردم حق دارن بیان اعتراض کنن که بچه من کشته شد میتونستید تدبیری بکنید که کشته نشه یا نه میتونست میتونن اعتراض کنن یا نه میگیم اگه اعتراض دارید به کشته شدن بچه‌تون اشکال نداره برید از همون کسی اجازه بگیرید که دستش تو این کار بوده کی قوه قضایی دادستانی اجازه میداده به این اج... اجازه چیز میداده شورای تامین کی 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 سرجمش میبینه همین سران سه قوه همین سران سقوبه دخیل بودن در این برخوردها اگه میخواید به کشته شدن و بچهتون اعتراض کنید از خود قاتل اجازه بگیرید برای اعتراض از خود همون کسانی که مرتکب این قتل ها شدن باید اجازه مستنید. بگیرید برای اعتراض و کشته شدن بچهتون و ببینید تا اگر ما بخوایم اینجوری کار مردم منتظره مردم منتظر اجازه ما برای شما پا روی گلوی مردم میگذارید دست تو جیبشون بردی سفرهشو م... کوچیک کردی هم... هر سه قوتون پارو گلوش گذاشتی داره خفه میشه نمیتونی به بگ... این ای آدم منتظر اجازه شما نمیمونه اگر شما جلوش وایستی طوفانی را میندازه که شما رو بسیار منمونم. خواهد آه... حمله سایبری به سایت خبرگزاری فارس وبسایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شامگاه روز یکشنبه 16 مرداد هک و برای مدتی از دست را از خارج شد همچنین سرورهای ژرف شریف زیر مجموعه واحد فناوری دانشگاه شریف مورد حمله قرار گرفت و هک شد یک گروه هکری اسرائیلی در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفت هک شدن خبرگزاری فارس در میانه منازعه بین اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی صورت میگیره که با حمایت سپاه پاسداران از گروه های ستیزجوی فلسطینی همراه بوده بر اساس بعضی گزارش ها این گروه هکری پیش از این وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی رو نیز حک کرده بود سایت خبرگزاری فارس بعد از ساعتی در حوالی ساعت 11 و دقیقه شب دوباره در دسترس قرار گرفت این وبسایت تاکنون درباره این رویداد اطلاعیه منتشر نکرده است باز هم آتش بازی اسرائیل زیر سیبیل فرماندهان سپاه انفجار در انبار مهمات پادگان خوی. به گزارش آواتوده گزارش های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از انفجار انبار مهمات پادگان خوی در استان آذربایجان غربی گفته میشه به دنبال وقوع انفجار دو فروند هلیکوپتر نظامی بر فراز این منطقه در حال پروازن تا کنون اطلاع دقیقی از دلیل انفجار و خسارات و تلفات ناشی از اون در دسترس نیست. از همراهی و پشتیبانیتون سپاس گذارم. اوقات خوشی را در پیش رو داشته باشید.